بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه قصد داریم نکات درس اول رو که عمدتا نکات ترجمه ای هستش در قالب تست هایی مرور بکنیم. توی تست های ترجمه ما دو سبک تست داریم، تست هایی که مثل تست اول چهار عبارتی هستن و تست هایی مثل تست دوم که تک عبارتی هستن. اما توی همه تست های ترجمه روال کار ثابت هستش، روال کار مقایسه کلمات هستش، مقایسه قسمت‌های مشخصی از جملات هستش. در واقع به قول معروف اگر بخوایم تست‌های ترجمه رو بزنیم باید گزینه‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم تو تست‌های تک عبارتی و سمت راست و چپ رو مقایسه کنیم تو تست‌های چند عبارتی. مثلا تست اول رو ببینید. کونو شاکرین عند نزول المطر، هنگام نزول باران شکرگزار بودید. خب این خوندنش همینطوری شاید خیلی چیزی رو به ما نشون نده، اما کلمه کونو مثل فعل قولو، قل، قولو، فعل امر هستش. اگرم این رو نتونید تشخیص بدید، این رو میتونیم تشخیص بدیم که بودید دوم شخص جمعه، مخاطبه، در صورتی که کونو مخاطب نیست. اگر بخوایم اینو فعل ماضی در نظر بگیریم، بودید به عربی میشه کنتم، مثل ذهبتم که میشه رفتید، مثل اکلتم که میشه خوردید. پس این کونو میگه باشید، میگه هنگام نزول باران شکرگزار باشید. پس گزینه یک غلطه. میرم گزینه دو. انا و صدیقی، من و دوستم. ببینید من قسمت قسمت مقایسه میکنم. کنا قد طالعنا، توی بحث ترجمه من این رو مطرح کردم که کانه با فعل ماضی میشه ماضی بعید. حالا این قد بیاد و نیاد اثری نداره، یعنی کنا طالعنا با کنا قد طالعنا یکیه، پس این میشه ماضی بعید، میشه مطالعه کرده بودیم. پس مطالعه کرده بودیمش هم درسته. هذا الکتاب، این کتاب را. پس جواب گزینه دو قطعا خواهد شد. میریم گزینه سه. گفته لم اکن اقدرو. این رو بارها شما قطعا شنیدید که لم به علاوه فعل معادل ماضی منفیه. حالا یعنی چی؟ یعنی لم یکن همون ماکانه، یعنی لم یذهب همون ماذهبه، ماضی منفی. الان به جای لم اکن شما جایگزین کنید میشه ما کنت اقدرو. اینو فکر میکنم راحت تر میفهمید. لم اکن اقدرو شاید ساختارش براتون ناملموس باشه، ولی وقتی به جای لم اکن ما کنتو بگذاریم میشه ما کنتو اقدرو. خب این معادل چیه؟ کنتو با اقدرو با فعل مضارع میشه ماضی استمراری. پس این ماضی استمراریه، میگه نمیتوانستم. اینجا چی گفته؟ گفته نمیتوانم. نمیتوانم که میشه لا اقدرو. پس این داره میگه نمیتوانستم. گزینه 3 غلطه. میریم گزینه 4. توی درس 1 12 چه ریاضی چه انسانی خوندیم که لیت با مضارع میشه مضارع التزامی. پس میشه ای کاش دانش آموز رادیوی عربی رو بفهمد. پس این میفهمید غلطه، باید میگفت بفهمد. پس گزینه 4 هم رد شد. دوباره تو تست 2 همین نکته رو میبینید. لیتنا ندرکو، یعنی ای کاش بفهمیم، ای کاش درک کنیم. اولا گزینه ها رو با هم مقایسه کنید. گزینه اول گفته امید است، گزینه دوم گفته کاش، سه گفته ای کاش، چهارم گفته آرزوی ما این است. لیتنا یعنی ای کاش یا کاش. پس امید است و آرزوی ما، این دو تا گزینه 1 و 4 غلطه، با یه مقایسه ساده حذف کردیم. گزینه ها رو به صورت افقی خوندن رو من خیلی پیشنهاد نمی‌کنم، مگر دانش آموزایی که کاملا روی بحث مسلط باشن. بهتر اینه که گزینه ها رو مقایسه کنید تا تفاوت ها رو ببینید. پس این امید است و آرزوی ما غلط، این دو تا رد شد. موند کاش و ای کاش که یکیه. طبیعت زیبا، زیبایی طبیعت، خیلی فرق داره. طبیعت زیبا یه ترکیب وصفیه، زیبایی طبیعت ترکیب اضافی. که دقت کنید گفته جمالت طبیعت، جمالت طبیعت یه ترکیب اضافیه، میشه زیبایی طبیعت. پس گزینه دو هم رد شد، جواب میشه گزینه سه به همین سادگی. حالا ممکنه بعضی از دانش آموزا ایراد بگیرن. این ایرادی که میگیرن وارد نیست. اون ایراد ببینید چیه؟ میگن آقا طبیعت الف لام داره، پس معرفه باید ترجمه بشه، بگیم زیبایی طبیعت. چرا گفته طبیعتی؟ چرا نکره گفته؟ بارها و بارها معادل این توی تستای آزمون‌های مختلف اومده. اگر بعد از اسم الف و لام دار الذی، التی، الذین بیاد که معنی که بده خلاصه، اون وقت ترجمه نکره ایرادی نداره. مثلا الرجل الذی یسرع سارق، الرجل الذی، مردی که میدود دزد است. ببینید اینجا درسته که رجل الف لام داره، ولی ترجمه میکنیم مردی که میدود، هیچ ایرادی هم نداره. جمالت طبیعت التی تتزینو، طبیعتی که آراسته میگردد، پس این هم ایرادی نداره که به این صورت ترجمه بشه.
پس توی تست ها مقایسه میکنیم، غلط ها رو پیدا میکنیم. شما فقط دقت بکنید، من به دلیل محدودیت زمانی از هر گزینه ممکنه یک یا دو غلط پیدا کنم، اما شما اگر گزینه ها رو بررسی کنید ممکنه غلط های دیگه هم پیدا بشه توی این عبارت ها. بریم سراغ تست 3. عین الخطأ، گزینه اول، انترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یملا المجتمع بالفساد. اگر ترک الامر بالمعروف، اگر امر به معروف و نهی از منکر، ترک فعل مجهول ترک شود. یکی سوال ممکنه بپرسه آقا ترک ماضیه یا مضارع؟ خیلی واضحه، فعل ماضیه. پس چرا مضارع ترجمه کردیم؟ چون جمله شرطیه. جملات شرطی ما مجازیم که مضارع التزامی ترجمه کنیم. پس ترک شود درسته، مجهول هم است. یملا هم دوباره مجهوله، پس میشه جامعه را از فساد پر میکند. غلطه، جامعه از فساد پر میشود. گزینه یک رد شد که جواب تسته. در واقع این پر میشود میشه جواب تست، چون متعین الخطا. گزینه های دیگه مورد اشتباهی ندارن. فقط یادآوری کنم تو گزینه دو ببینید، لا ایمانه، لا نفی جنس، هیچ ایمانی ندارد. ندارد از کجا اومد؟ از ل. بارها اینو دیدید، لهو قلمون یعنی برای او قلمی است. روونترش اینه که بگیم او قلمی دارد، یعنی ل مالکیت رو نشون میده. اینا همینه، لا ایمان لمن، یعنی همچین آدمی ایمان نداره. یا مثلا گزینه 3 رو ببینید، که ان الصحابه حجابون، میتونم بگم گویا ابر حجابی است، میتونم بگم ابر همچون حجابی است. جملات کتاب اگه یادتون باشه توی درس توی صفحه 5 و صفحه 6 دو تا مثال داشت، میگفت که انهن الیاقوت والمرجان، آنها مانند یاقوت و مرجانن. صفحه بعدش میگفتش که ان ارضاء جمیع الناس غایه لا تدرک، گویی راضی کردن همه مردم، خوشنود ساختن همه مردم خواسته است که به دست نمیاد. پس این ابر همچون حجابی است کاملا درسته. بریم سراغ تست 4. عین صحیح، کان والدی یقولو. من همیشه به بچه ها میگم سر کلاس، میگم کان میبینید سریع عجله نکنید بگید بود، برید جلوترش ببینید ماضی مضارع وجود داره یا نه. کان میایم جلوتر به یقولو میرسیم. پس کان یقولو میشه مضارع، میشه ماضی استمراری. پس پدرم یا والدی، پدر من به من میگفت پیوسته، پیوسته به من میگفت. لا تظلم، ظلم نکن، حتی لا تظلم، تا مورد ظلم واقع نشوی. لا تظلم فعل مجهول. پس یک درست جواب تست. حالا برم سراغ بقیش، میم چرا غلطه. لأن یعنی زیرا یا برای اینکه، ظلم یزرع الحقد، ستمگر ظلم نه ظالم، ستم نه ستمگر. پس دو هم غلط شد. سه، ولا تحقر احدا امام الاخرین، و کسی در مقابل دیگران تحقیر نمیشود. خب این خیلی غلطه، کسی را تحقیر نکن، فعل نهیه. لا تحقر فعل مخاطبه، فعل دوم شخص ته داره اولش. پس این هم سه رج. چهار، من انکسر قلبه، من انکسر قلبه. ببینید این من شرطه، پس هر کس قلبش شکسته شود، نه قلبی که شکسته شود. قلبی که قلبه او نمیشه، این ضمیر هه داره، میشه قلب او. پس گزینه 4 هم غلطه و جواب همون یک شد. تست 5 مجددا به نکته لیته اشاره کرده. لیته با فعل تستقر رو مضارع اومده، میشه مضارع التزامی. استقرار یابد، استقرار میابد تو گزینه 2 غلطه، استقرار بیابد و استقرار بیابد اینجا درسته. المودده که همون محبت و دوستیه، بین الناس بین مردمه، که البته تو گزینه 4 این تست یه غلط تایپی رخ داده، اینجا در میان مردم بوده، واقعا طراح قصد اشتباه گذاشتن نداشته. حتی نتمتع مما وفر فی الحیات، تا اینکه بهره مند شویم، تا اینکه بهره مند شویم، استفاده کنیم، بهره ببریم، استفاده کنیم، بهره ببریم. همش مضارع التزامیه، میشه گفت همش درسته. مما وفره، وفره دقت کنید یک ماضی دو مجهوله، پس میشه فراهم کرده، فراهم میشود، فراهم شده است، فراهم شده است. طبیعیه که وقتی مقایسه کنید، ببینید مقایسه کنید، تفاوت‌ها رو ببینید. فعل ماضی نیست گزینه 2، فعل مجهول نیست گزینه 1، پس 1 و 2 رد میشه، میمونه 3 و 4. که گزینه 3 و 4 اگه دقت کنید تفاوتش همون قدم اولشه، یعنی لیته تو گزینه 3 گفته شاید، تو گزینه 4 گفته کاش. پس گزینه 3 هم غلطه، جواب میشه گزینه 4. میریم سراغ تست 6. گفته کدوم عبارت درسته. لا فائده، لا سر لای، لا سر اسم اومده، پس لای نفی جنسه، میگه هیچ فایده ای نیست، هیچ فایده ای نیست در دوستی دروغگو
حالا کدوم دروغگو؟ همون دروغگویی که ماند من کذبه. ببینید اینجا دوباره الذی اومده، پس دروغگویی اگه بگیم ایرادی نداره، هیچ فایده ای نیست در روسی با دروغگویی که از دروغ خود پشیمان نشده است. ماند من رو ترجمه کرده پشیمان نشده است. دقت داریم که ماضی ساده رو میشه ماضی نقلی ترجمه کرد. قبلا اینو تو متن درس یک سال 12 دیدید که ملائکه گفتن قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اگر شما به صفحه در واقع 8 کتاب درسیتون مراجعه بکنید این مطلب رو اونجا میبینید که ترجمه کرده جز آنچه که به ما آموخته ای گفته، ماضی نقلی گفته، هیچ ایرادی هم نداره. پس یک جواب تسته. میرم گزینه دو، گفته هناک مسائل غامزه فی الهندسه. هناک معمولا دانش آموزا که میپرسی میگن یعنی آنجا، البته غلط نیست، اما هناک نکته ای داره که مهمه تو تستای ترجمه. اگر هناک سر فعل به کار بره به معنی آنجاه، مثلا میگم هناک طالعتو، آنجا مطالعه کردم، این به معنی آنجاه. اما اگر هناک بعدش اسم نکره ای بیاد، ببینید مثل مسائل که اسم نکره است، علامت معرفه نداره، هناک سر اسم نکره معنای وجود دارد میده. یعنی این عبارت ترجمهش اینطوری میشه، میگه مسائل پیچیده‌ای در هندسه وجود دارد. حالا ببینیم ترجمه چی گفته. گفته مسائل پیچیده‌ای در هندسه دارم، اصلا من مطرح نیستم تو این عبارت. اگه می‌خواست بگه دارم، من میگفت لی مسائل غامزه، لی به معنی مالکیت رو داشتن. پس این دارم کاملا غلطه. گزینه 3 متسو زدیم، فقط میخوام گزینه‌ها رو براتون رد کنم. هاذه القابات الخضراء رائعه جمیله. این اسم اشاره بعدش الف و لام دار اومده که لازمه من نکته رو خدمتتون تذکر بدم. ببینید در ترجمه اسم اشاره این روالی که میگن رو دقت بکنید. البته این مطلب رو میشه به زبونهای مختلف گفت، به بیانهای مختلف گفت، من معمولا به این سبک میگم. اسم اشاره مثل هاولائه تو این سه تا عبارت، تا جایی که بعدش اسم الف و لام دار وجود داره میریم جلو بعد ویرگول میذاریم. عبارت اولو ببینید، هاولا المؤمنات المجتهداتو ناجات، یه علامت الف لام نداره، اینجا ویرگول میذاریم. حالا ترجمهش کنیم، این مؤمنان مجتهد، این مؤمنان پرتلاش موفق هستند. گرفتید چجوری شد؟ یعنی تا جایی که الف لام داره میام جلو بعد ویرگول، این مؤمنان مجتهد ناجح هستند. عبارت دوم رو ببینید، مجتهدات دیگه الف لام نداره، پس ویرگول اینجا قرار میگیره. ترجمهش اینطوری میشه، این مؤمنان مجتهد و ناجح هستند، این مؤمنان پرتلاش و موفق هستند، ویرگول اینجا قرار گرفت. اگر هم علامت الف و لام هیچ کدوم نداشتن، ویرگول رو همین اول میذاریم. ببینید چی میشه، اینها مؤمنان پرتلاش موفقی هستند. ترجمهش اینطوری میشه، پس اسم اشاره بسته به این که اسمش الف لام داره یا نداره، ترجمهش به این حالت تبدیل میشه. حالا تو گزینه سوم رو ببینید، هاذه القابات الخضراء، اینجا الف لام تموم شد، پس ویرگول اینجا قرار میگیره، میشه این جنگل های سرسبز دلپذیرند. ببینیم چی نوشته. نوشته این جنگل ها سبز و زیبا هستند. نه، اگر میخواست بگه این جنگل ها سبز و زیبا هستند، خضراء رو نباید الف لام میداد، باید میگفت هاذه القابات خضراء. حالا که گفته هاذه القابات الخضراء، در نتیجه میشه این جنگل های سرسبز، پس این گزینه سوم کاملا غلط هستش. و گزینه چهار رو گفته سمی الخریفو به ملک الفصول. حالا بیاییم اینجا رو ببینیم، گفته سمیه نمیشه نامیده میشود، میگیم سمیه ماضیه یا مضارعه، طبیعتا ماضی، پس نامیده میشود باید بشه نامیده شد یا نامیده شده است، ماضی نقلی هم مجازیم. این هم از تست شماره 6. تست شماره 7، گزینه اول لیت یعلمونه میشه مضارع التزامی، ای کاش بدانند، پس میدانستن غلطه. لغت طغات رو ببینید، مثلا تو فارسی میگیم قاضی القضات، قضات با تشدید نه، قضات جمع قاضیه، هدات پس جمع هادیه، روات جمع چیه؟ راویه، پس طغات جمع چیه؟ طاغیه، به معنی طغیانگر. پس گزینه اول که غلط شد چون بدانن باید بگه. گزینه دوم گفته طبیعت و ما فیها، طبیعت و آنچه در آن است. لم یخلق، لم سر فعل میشدش ماضی، خلق نشده است، آفریده نشده است،
الا لغذای حوایج الانسان، جز برای برآوردن نیازهای انسان. پس جواب تست دو هستش. گزینه سه رو ببینیم چرا غلطه. لنحترم القوانین الاجتماعیه، گفته به قوانین جامعه احترام میگذاریم. این ترجمه کاملا غلطه. ببینید ل سر فعل مضارع اومده. ل بالاخره باید یه ترجمه ای داشته باشه دیگه. یعنی ل یا معنای باید میده یا معنای برای اینکه، یا باید بگه برای اینکه احترام بگذاریم یا باید بگه باید احترام بگذاریم. هیچ کدومو نگفته، گفته احترام میگذاریم. یعنی بالاخره وقتی ل میاد سر فعل مضارع، مضارع التزامی میشه. پس گزینه سه غلط هستش. فقط تو این تست نکونه رو با نکونه اشتباه نکرید. نکونه یعنی تشکیل میدهیم. خب گزینه چهار، من سعی فی طلب آماله، که صحبت کردیم تو تستای قبلی. من اومده جمله شرطیه، هر کس تلاش کند. پس این تلاش کرده از ترجمه مطلوبی نیست. ضمن این که گفته یحقر کل ما بذله، ببینید کلمه کل توی این عبارت ترجمه نشده، گفته آنچه را صرف کرده و میگفت همه آنچه را که صرف کرده. پس گزینه چهار هم غلط. تستی رو داریم از تمرین درسی یک انتخاب شده که شما میتونید تو صفحه 13 این تمرین رو ببینید. عین الخطأ لترجمه الافعال من هذه المصادر، کانا با مضارع اومده میشه ماضی استمراری، میشه میبریدند، کاملا درسته. ل اومده سر فعل مضارع ساکن کرده، پس باید بریده شود، درسته. قد استغفرتم، قد ماضی نقلیه، میشه آمرزش خواسته اید، جنسشون که جفتشون دوم شخص جمع. گزینه چهار گفته لم یجلسو، لم ماضیه، ماضی بودنش درسته، اما دوتا ایراد بهش وارده. اولا یجلسو سوم شخصه، چون یه داره اولش، وقتی سوم شخصه پس غایبه، باید میگفت ننشستند. اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، این یجلسوه نه یجلسو. یجلسو توی کتابتون صفحه 13 دیدید، یجلسو به معنای نشاندنه. پس این ترجمه درستش میشه ننشاندند. گزینه چهار هم غلط. تست 9، از سوره الحسنات لا دوام لها، لا سر اسم اومده، میشه هیچ دوامی ندارد یا هیچ دوامی برای آن نیست، لای نفی جنس. روی زیبا با دوام نیست غلطه، چون لای نفی جنس هیچش رو ترجمه نکرده. گزینه 2 ترجمه کرده. 3 اصلا مثبت گفته، گفته دوام اندکی دارد، کاملا غلطه. 4 گفته برای چهره زیبا ثباتی نیست، این هم لای نفی جنس رو ترجمه نکرده. پس جواب همین گزینه 2 میشه به کمک همین لای نفی جنس. من پیشنهادم اینه که حتما شما تو منزل بقیه عبارت رو هم بررسی بکنید. تست 10، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. اینجا اگه دقت کنید تمرین کتاب درسیتون بود، آیه ولا تسب الذين رو تو کتاب خودش ترجمهشو نوشته، میشه دشنام ندهید. پس این نباید دشنام بدهید غلطه، دشنام ندهید. حالا بعضیا میگن مگه فرقی داره؟ شاید در عمل فرقی نکنه، اما دشنام ندهید معادل نهیه. نباید دشنام بدهید به عربی میشه علیکم الا تسبو، یا یجب علیکم الا تسبو. ببینید یه علیکم باید اولش بیاریم تا اون نبایدش تولید بشه. پس جواب گزینه دوم هستش، این نبایدها غلطن. گزینه چهارم فراخوانده اند ماضی گفته، در صورتی که فرا میخوانند ید اونه مضارع هستش. بریم سراغ تست 11. گفته کدوم صحیحه تو این تستای ترجمه. قد کان عظمه، قد خیلی مهم نیست، کان با ماضی مهمه. کان با ماضی میشه ماضی بعید، درسته؟ پس میشه تصمیم گرفته بود، تصمیم گرفت، کاملا غلطه. ضمن اینکه سفر معرفه است، گفته به سفری برود، این نکره بودن هم غلطه. گزینه 2، فقبل الصدیق، دوست این بنده خدا، این دوست قبول کرد. اینجا گفته دوستش، این غلطه. پس گزینه دوم هم رد شد. گزینه سوم، ولم یحذر، کلمه اینجا باید میگفت ولم یحذر، فعلش یحذره. ولم یحذر حاضر نشد، لم ماضی منفی، فی رأس ساعت، رأس ساعت، فاراد ان یرجع و خواست که برگرد. پس جواب تست گزینه سه هستش. چهار رو رد کنیم. بعد از ساعت، بعد از یک ساعت، درست گفته. فجعتن یعنی ناگهان، که توی این گزینه اصلا ترجمه نشده لغت فجعتن، پس غلطه. رعا صدیقه، دوستش را دید، میبیندم، پس غلطه، اصلا مضارع نیست این فعل. رعا فعل ماضیه، پس میبیند غلطه. گزینه 4 هم رد شد. تست 12 گفته کدوم گزینه نادرسته. طبق قواعد کتاب شما لا شک، لا نفی جنس، هیچش باید رعایت بشه، میشه هیچ شکی نیست. پس گزینه 1 ایراد بهش وارد هست.
یعنی اینجا هیچ شکی نیست باید بگه. بریم گزینه دو. گفته یعتبر العباد الصالحون. یعتبر رو علامت گذاریش کمک میکنه که ما بفهمیم مجهول سوم شخصه. چی ترجمه کرده یعتبر رو؟ گفته به شمار میآوریم. دو تا ایراد بهش وارده. اولا این فعل مجهول نگفته، ثانیا به شمار میآوریم که اول شخص جمعه. در هر صورت با یعتبر مطابقتی نداره، باید میگه به شمار میآیند، بندگان صالح این گونه به شمار میآیند. پس جوابش هم یک هم دو. البته دو غلطش خیلی محکمتر و جوندارتره. تست 13 و 14 رو من حل نمی کنم، مبحثش انشالله باشه برای جلسات بعد. بحث محل اعرابی مطرح بود و تحلیل صرفی که بعدا صحبت میکنیم. اما تست 15 گفته در کدوم عبارت حروف مشبهتون بالفعل دیده میشه؟ حروف مشبهه چیا بود؟ انه و انک انه، لیت و لاکنه و لعله. تو گزینه ها ببینیم، انا جعلنا، این انا همون انناه، پس حروف مشبهه داره. جواب تست 1. حواسمون جمعه که تو گزینه دوم لاکن رو با لاکنه اشتباه نگیریم، لاکنه باید تشدید داشته باشه. گزینه سوم کانه افعال ناقص است، طبیعتا ربطی به حروف مشبهه مثل که انه نداره. گزینه چهارم هم که دوباره یکونو افعال ناقصه داره و حروف مشبهه توش به کار نرفته. تست 16 هم من مجددا رد میشم چون مبحثش فعلا مورد بحث کتاب ما نیست. اما تست 17 ترجمه انقذ من من النار ولیکن قذف فی النار مره ثانیه رو خواسته. با توجه به علامت گذاری که انجام شده، انقذ و قذف نشون میده که جفتشون فعل‌های مجهول هستن. پس میشه پرتاب شد، انقذ نجات داده شد، قذف پرتاب شد. پس پرتاب کردند تو گزینه اول غلط. گزینه سه هم گفته پرتاب کردند، این هم غلطه. موندش دو و چهار. حالا دو و چهار رو هم مقایسه کنیم. از آتش نجات داده شد، به آتش انداخته شد. خب این واضحه، عبارت داره میگه از آتش نجات داده شد، نه اینکه به آتش انداخته شد. پس گزینه چهار اصلا مفهوما کاملا غلطه. جواب میشه گزینه دو، از آتش نجات داده شد، دوباره به آتش انداخته شد. یعنی عبارت گزینه دو و چهار مخالف همان، برعکس هم گفته. 18 ما هو بسهی. گزینه اول تو متن درسم شبیهش رو داشتیم، لا شعب من شعوب العالم الا له طریقتون للعباده، که گفتیم لا سر اسم، لای نفی جنس، هیچ ملتی از ملل جهان نیست مگر اینکه روشی برای عبادت داشته است. خب این داشته است خیلی غلطه، این که نگفته کان لهو، گفته لهو. پس باید مضارع بگه، باید بگه برای عبادت دارد. این داشته استم رد شد، تبدیل شد به دارد، یک رد شد. اما تست 18 گفته کدوم درسته؟ شبیه این جمله رو تو کتاب داشتید، لا شعب من شعوب العالم الا له طریقه للعباده، لا شعب لا نفی جنس، هیچ ملتی از ملت‌های جهان نیست مگر اینکه روشی برای عبادت داشته است. خب این داشته است غلطه، چون لهوه، نگفته کان لهو، باید مضارع بگه مگر اینکه روشی برای عبادت دارد. ببینید داشته است ماضیه که کانه میخواد، پس این گزینه غلط. گزینه دوم گفته نقوش و اسلافنا و رسومهم. نقوش توی کتاب جمع نقش گفته کندکاری، نگارگری ها، پس این نقاشی ها کاملا غلطه. اسلاف همون گذشتگانه، پس گزینه دوم هم رد شد. میریم سراغ گزینه سوم، لعله با مضارع اومده، میشه مضارع التزامی. لعله خودش یعنی امید است که انسان بشناسد، مضارع التزامی، هزارات را، تمدن ها را، که گفتیم با ثقافات فرهنگ ها اشتباه نمیگیریم، من خلال الکتابات و التماثيل، از لابلای دست نوشته ها کتابات و تندیسات تمثال. پس این گزینه سه جوابه. اما چهار چرا غلطه؟ لما شاهد الناس اصنامه هم مکسرتن، وقتی مردم بت‌های خود را شکسته دیدن. اینجا نوشته بت‌های شکسته خود را دیدن. ببینید مکسره اینجا نمیتونه صفت باشه، این رو انشالله تو درس دو چه رشته ریاضی چه انسانی مفصل صحبت میکنیم. کلمه مکسرتن اگر میخواست صفت باشه باید الف و لام میگرفت. این کلمه الان حالت قیده که حالا من درسش رو میگذارم بعدا صحبت کنیم. پس این باید میگفت بت‌های خود را شکسته دیدند، یعنی گزینه چهارم هم غلطه. ضمن این که انجام داده است هم غلطه، فاعل یعنی انجام دهنده نه انجام داده است. تست 19 یه تست ساده از لغات این درسه. سرا کتاب درسی یادتون باشه گفته بود که مترادف نزاع، نه متضاد، متضاد سلم بود. پس جواب تست هم این یکه. کتف یا کتف جمعش اکتاف بود، یا علقو
علق یعلق و تعلیق، فعوس هم که مثل رؤوس که جمع رأس بود، فعوس هم جمع فأسه. و تست 20 گفته کدوم نوع لا غلطه؟ لم تحضر اختی فی الضیافه حاضر لیلا لان امی لا تسمع، خواهر من حاضر نشد امشب تو مهمونی. چرا؟ چون مادرم اجازه نمیده. خب مادرم اجازه نمیده لای نفیه، پس این از اون معنا واضحه که لای نفیه. گزینه 2 و گزینه 3 میتونید معنای جلو برید، میتونید نکته تستیش رو استفاده کنید. نکته تستیش چی بود؟ تو بحث انواع مضارع خدمتتون گفتم اگر حرف لا بعد از حروف ان، کی، حتی بیاد، مثل این ان لا تأخذها، دوباره سرم ببینید، لا بعد از ان، کی، حتی اینا بیاد، لا به معنای نفیه میشه نه نهیه. این حتما یادتون باشه، استثناء هم نداره، همیشه برقراره. لا بعد از ان، کی، حتی، حتما لا این نفیه. پس این گزینه 2 که گفته نفیه درسته، اما 3 که گفته نهیه غلطه. 3 هم باید میگفت نافیه، جواب تست گزینه 3 میشه. 4 هم که میگه ظلم نکن که طبیعتا نهیه. امیدوارم که این تست ها برای جنبندی درس اول به کارتون اومده باشه.